ساقیا ساقیا زدم باده نابی که مگو جامی زدم از چشمه نگاه او سرخوش بردم خانه به خانه هر دم ز چشمانش جرعه ای از جان جهان ریزد به دل من روشن تر از عالم جان ساقی چشمان او پیمانه پیمانه زد به جام جانه حرفی دارد رمزی گوید شیدا کند ما را یارا یارا بسم الله الرحمن الرحیم چند بار هر بار به مناسبتی توصیه کردم خواهش کردم از فقرا آقایون و خانم ها که تورات را هم یعنی عهد جدید و عهد قدیم رو یک بار بخونید زیادتر نه چون خیلی چیزای تماشایی داره مثلا یعقوب که میرفت به دیدن داویشون را بین راه با یهوه خدا نمیدونستن که کشته گرفتن که خدا را زد زمین اگه اول اینجا رو بخونن میگید چنین کتابی رو حیف آدم بخونه ولی نه حتما بخونید همین داستان رو هم که بخونید نباید بگید حیف آدم بخونه باید بگید آدم حتما باید بخونه که شکرگزار باشه خدایی که به ما معرفی کردن و ما رو به بندگی او شناختن چجور خداییست و این خدا چجوره بندگانشون هم حتما همون جوره در اونجا راجع به حضرت نوح و طوفان نوح که بحث میکنه بعد می‌فرماید که گوید خب نوح سه پسر داشت سام و هام و یافث بعد خداوند البته این خداوندی که اون تو نوشته خداوند دید که اینها ممکنه طغیان کنن نمیدونن این بشری همچین چیزی کما اینکه سابقش هم داشت برای اینکه دید که خداوند دید که به این بشر به قبلی ها گفتن یه برجی بساد یه برج بلندی بساخت که من برم اون تو اون بالا خدای اینو ببینم خیال میکنم تو این آسمان هاست
خب اگر این بشر ترقی در براش پیدا بشه، ترقی علمی، خب این کار مثلا میکنه ما رازیت. بنابراین تفرقه بندازیم بین اینا، هر کدومشونه یه جای بفرستیم. سامی ها نژاد سامی این چیزا، نژاد حامی مثل که چیزا مثل افریقایی ها و اینا و همینجور. یادم افته اون جزئیات شد دیگه، چون بیشتر یه بار، بیشتر اتفاقا اینجا رو بیشتر یک بار خوندم ولی یادم نیست. میگه خدا، یعنی می نویسه اینجا که خدا گفت که اینا رو باید متفرق کنیم که زبون هم رو نفهمن و که مبادا با هم تبانی کنن، توافق کنن، بیان این دستگاهی که ما داریم این بالا بگیرن و اسباب زحمت میشن. و زبون اینا رو با هم متفاوت کرد، همینی که میبینیم. البته یه چیزایی، نه این مقدماتی که به اینجا کشید، ولی نتیجه‌ای که اونها میخواست، اون صحبت میخواست، یعنی تفرقه بین مردم که حرف همو نفهمن، همینه که ما میبینیم. اون وقت این یه در یه در چند سطحه، یکی در سطحه همگانی بشریت. خب بشری که در آفریقاست، بشری که در استرالیاست، اینا هر کدوم یه جور زبان دارن، عادات و رسومشون هم فرق داره با هم. اینا خب نمیتونن با هم همکاری کنن، برای اینکه باید زبان خوب بدونن. حتی مثنوی در داستانهایی که میگن، البته در هم مثنوی هست، در کتاب دیگه هم هست این داستان، ولی مشهور مثنوی. میگه چهار نفر، یکی ترک و یکی عرب و یکی فارس و یکی دیگه، که زبان همه نمیدونستن، با هم شریک مسافرت شدن. بعد اون آخر مثلا یک مقدار پول فراهم شد، پولی موند از چیز، زیاد نبود مقدارش که همشون استفاده کنن. گفتن یک چیزی بخریم که همه که بخوریم. اون که فارس بود گفت انگور بخریم خیلی خوبه. اون که عرب بود گفت نه 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 لالا انگور خوب نیست، نمیتونست بگه انگور. عنب من میخوندم خیلی چیز خوبیست، عنب بخریم. اون یکی فرانسوی داد زد داد بیداد که نه اینا چی میخرین من که من نمیشناسم، رزن بخرید، انگور باشه. اون یکی انگلیسی، چون به من انگلیسی یاد نداده بود نمیدونم، ولی اونم یه لغتی گفت که اونم انگلیسی. با هم دعوا کردن، این میگفت انگور بخریم، اون میگفت عنب بخریم، این میگفت رزان بخریم. یک نفر در البته مثنوی از گفتن این داستان این تکه شد، یک نفر آمد این پول گرفت که من همه تونه چیز میکنم. این پول گرفت رفت انگور خوبی خرید، همه خوشحال شدن. اونی که فارس بود دید انگور خریدن براش، اونی که عرب بود دید عنب خریدن، همینجور داشتن. تا وقتی که این زبون آمد با
این تفرقهش آمد، اینا نتونستن با هم بزنن. حالا زبان یه چیزیست که در درجه اول اهمیته. به طوری که بعضی ها از جامعه شناسان مبنای جامعه و ملیت رو زبان میدونن. البته حالا بحث علمی که اونا دارن خیلی مفصل، جایش اینجا نیست بگیم. ولی خب همینقدر میدونیم و احساس میکنیم که زبان خیلی مهمه. این بحثم هست که کار زبان چیه که اینقدر اهمیت داره. کار زبان ظاهراً همین است که ما مصرف میکنیم، حرف میزنیم، میخوایم، یعنی یه نیتی فکری در دل ما هست، میخوایم به کسی دیگه هم همین منتقل کنیم. حالا این نیت، این فکر هرچی میخواد باشه، زبان میاد و یه وسائلی در اختیار بشر میذاره که اون نیت خودشو بیان کنه. البته بشر خب مخلوقه، میبینیم، میدونیم که چیه وضعیت شناد دیده. اما خداوند مخلوق نیست، خداوند خالقه. همون جوری که ابهام رو در خلق کرده در زبان، خود زبان رو هم خدا خلق کرده. و به طریق اولا خود خداوند اگر بخواد بیانی بکنه، این بیان یا کاملا صریح و شفاف و یا این که عمدن به یه نحوی است که هر کس میخونه یه فکری خاصی درش پیدا بشه. یا از اون بفهم. این مسئله خوب زبان از اول در همه کتب مقدس هم ذکر شده است. من تا اونا جامعه شکلتا درس جامعه شناسی نیست. به یه مناسبتی میگن که همین بحث شد و از اون استفاده میکن. بعد دیگه در دوربر زبان هنرها و علومی زاییده شد.